سلام به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. امیدوارم خوب و سلامت باشید. سیما بهاری هستم، همراه با همکارم آراد علیزاده در خدمتون هستیم از برنامه گفتگو. این روزها روزهایی هست که مصادف به بازگشایی مدارس در ایران. معمولا فصل بازگشایی مدارس خود به خود انگار با خود شادی میاره، خوشحالی میاره. دوباره صدای قهقه خنده بچه‌ها توی خیابونا پر میشه و بچه‌ها خوشحالن، دوستاشون رو میبینن، تجربه های تازه، کتاب تازه، معلم تازه و احیانا لباس های تازه. پدر مادرها هم خوشحالن، بچه‌هاشون بزرگ شدن، سال دیگری رو از سال تحصیلی شروع میکنن، باز تجربیات تازه تر و زندگی یواش یواش انگار که تجربه هاشو در اختیار بچه‌هامون قرار میده. در ایران چی؟ در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هر ساله و هر کدوم از این مقاطعی که میتونه خیلی شادی بخش باشه متاسفانه توأم هست با گرفتگی، اندوه و غم. پدر مادرانی که از پس مخارج مدارس بر نمیان، کودکانی که به خاطر وضعیت فقر و به خاطر معیشت بد خانواده از چرخه تحصیل پرت میشن بیرون و اضافه میشن به کودکان کار و کودکان خیابان. پدر و مادری که فکر میکنن وسایل مدرسه برای بچه ها نمیتونن تهیه کنن، پول پرداخت شهریه مدرسه رو ندارن و کودکانی که باز هم محرومتر هستند. اجازه بدیم ببینیم که با رضا رشیدی همراه میشیم تا ببینیم دغدغه های پدر مادرها و دغدغه های دولت، من اسمشو میذارم چالشی که بین پدر و مادرها و دولت هست یا بین اجتماع و دولت قرار میگیره برای سال تحصیلی. ببینیم اینا چی هستن. اجازه بدید سلام علیکی بکنیم با مهمونمون. خیلی خوش اومدید رضا رشیدی به برنامه ما. ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید. سلام میکنم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. خب من گفتم که من میگم چالش بین جمهوری اسلامی، بین دولت و بین مردم. نمیدونم با این تعریف من شما موافقید یا نه. اگر موافق هستید که امیدوارم موافق باشید، سوال اولمو اینجوری مطرح میکنم. توضیح شما از این چالش، از این برخورد، از این ناهماهنگی که بین این اوضاع هست چی هست؟ توضیحتون. واقعا یه چالش بسیار بزرگیه که دولت هر سال با بازگشایی مدارس با اون مواجهه. خب الان نزدیک به 15 میلیون ما دانش آموز در ایران داریم که اینها میبایستی در محیطی قرار بگیرن که خونه دوم خودشون هست و همیشه خب اینجوری هستش که موقعی که اسم مدرسه میاد بچه ها خیلی احساس میکنن که دارن میرن به یه محیط جدیدتری. طبیعتاً باید اینجوری باشه که احساس میان به محیط جدیدتری با بچه های دیگه ای، با دوستان خودشون، همسن و سالای خودشون هم بازی میشن، یه محیطی هستش به هر حال که میتونن در اونجا زندگی بکنن. اما در ایران متاسفانه اینطوری نیست، هم برای دانش آموزان هم برای پدر مادر و اولیای اصطلاح دانش آموزان اینطوری نیست. برای پدر مادرها در ایران بسیار سخت، موقعی که نزدیک به اواخر شهریور میشیم هزینه روپوش مدرسه، هزینه لباس مدرسه، هزینه‌ای که بالاخره بچه‌ای که میخواد بره مدرسه با یک لباس مناسبی بره روی دوش خانواده ها بسیار سنگینی میکنه و نمیتونن از پس هزینه ها بر بیان. بعد این اگر شهریه رو اضافه بکنیم، مخارج لوازم و تحریر که واقعا امسال به خصوص نسبت حتی به سال مشابه خودش در گذشته حدود 60% اضافه شده، اینا اضافه بکنیم، هیچ گونه در واقع روحیه شادی رو برای خانواده ها نمیذاره. از طرف دیگه مدارس ناامن، بچه ها موقعی که میشنون در مدارس آتش سوزی میشه، بچه ها کشته میشن، بچه ها میسوزن، موجودیتشون از دست میدن، بچه ها هم
رغبتی به اون اصطلاح با توجه به این اخبار نمیتونن داشته باشن. از طرف دیگه کتب آموزشی بالاخره بچه ها میبینن اون چیزی که در تلویزیون میبینن، در ماهواره میبینن و میشنون که در مدارس اتفاقای دیگه میفته، انگیزه بچه در رفتن مدرسه از دست میده. برخلاف این در کشورهای اروپایی آدم میبینن، جایی که من دارم زندگی میکنم، موقعی که اول امنیت میشه بچه ها به قدر شاد هستن، چرا که دولت امکانات زیادی رو در اختیار مردم میذاره، در اختیار دانش آموزا میذاره، آموزش پرورش به تمام معنا رایگان، پول تو جیبی به بچه ها هر هفته میدن و از این لازم بچه ها به لحاظ اقتصادی مستقل هستن. اما در مقابل این مسئله که از خود دولته، یعنی دولت هم دست و پاش میلرزه، موقعی که 15 میلیون خانواده در مقابلش ایستادن برای اینکه این وضعیت دیگه به غیر قابل تحمل هستش براشون و به یه معنا کاملا سوال شما درسته که یک چالش بزرگیه که در مقابل دولت قرار میگیره و هر آن منتظرن که یک جایی این چالش سر باز بکنه و دولت و تمام این سیستم مثلا ضد کودک رو تماما از هم بکشه. خب من تو این سوالی که مطرح میکنم میخوام که این موضوعی که الان شروع کردیم و راجبش صحبت کردیم یه مقدار بازتر بشه. توی مقدمه گفتم که هر ساله تعداد زیادتری دانش آموز از چرخه تحصیل بیرون میافتن. باز توی مقدمه هم گفتم بیشتر مشکل اقتصادی هست. حالا بیایم اینو باز بکنیم. ببینیم که اون چالشی که گفتین شما مردم دارن با دولت، با خودشون چجوری درگیر میشن؟ چرا یه عده از دانش آموزان میفتن بیرون با وجود اینکه دولت ادعا میکنه آموزش و پرورش در ایران رایگانه؟ رایگان رو یه مقدار شما اشاره کردید توی اروپا به چه معنایی گفته میشه، یه مقدار اینجا بازترش بکنیم ببینیم که اگر نخوان از چرخه تحصیل بیرون بیفتن، پدر و مادری که بیکارن، حقوق نگرفتن، درآمد ندارن، چجوری تاوانش رو بچه ها باید بدن؟ اینو چجوری میشه حل کرد؟ بفرمایید. خب این شما خود اشاره کردین به پدیده فقر. مثلا در جامعه‌ای که گورخوابی، کارتون خوابی، دیگه پشتبان خوابی، یعنی مردم به خاطر اینکه هزینه اجاره مسکن ندارن به گورخوابی و این پدیده‌هایی که اشاره کردم می‌پردازن، دیگه پرداختن شهریه مدارس و تهیه لوازم تحریر مدارس برای بچه‌ها یه چیزی همچنین سخت و طاقت فرسایی میاد. شما نگاه بکنید الان بیش از طبق آمارایی که خودشون دارن میدن بیش از 20 میلیون نفر حاشیه نشین شهرها داریم. اجاره مسکن به نسبت سال گذشته خودش بیش از 100% افزایش پیدا کرده در شهرهای بزرگ، نه تنها در تهران، در شهرهای بزرگ یه همچین اتفاقی افتاده. در عوض دستمزدهایی که چندین برابر زیر خط فقره، دستمزدی که به کارگر، به کارمند و تمام کسایی که دارن کار میکنن به معلم میدن بیشتر از 15 روز از ماه رو نمیپوشونه. به این اعتبار بچه ها رو نمیتونن بفرستن و خود بچه ها هم مجبور میشن که برن سر کار برای اینکه بتونن یه فضای حداقل امتری رو برای خودشون حداقل در خانواده ایجاد بکنن. این 7 میلیون آماری که میدن در با کودکان کار، اینا کودکانی هستن که به واسطه فقر، به واسطه تحمیل دستمزدهای بسیار بسیار نازل و نپرداختن اونا باعث شده که بچه ها از چرخه تحصیل واقعا باز بمونن. از یه طرف دیگه هم اشاره کردم اینکه خود این یعنی اخبار چیزی هستش که پدر مادرها رو واقعا یه مقداری شوکه میکنه از اینکه الان اگه بچه‌م رو بفرستم به مدرسه چه اتفاقی میفته. در نتیجه آموزش پرورش خودش رو باید موظف بکنه که تمامی این مشکلاتی که برای پدر مادرها، برای بچه های اتفاق میفته که اینا نمیتونن برن مدرسه، اینها رو به حال جبرانش بکنه. یعنی تمام زیربنای این مسائلی که الان بچه ها از چرخه تحصیل باز میفتن، از اون محیط طبیعی که باید برن اونجا آموزش ببینن، پرورش پیدا بکنن و یک آینده سالمی رو نه تنها برای خودشون بلکه برای تمام جامعه برمقام بیارن رو جمهوری اسلامی با این وضعیت فلاکتباری که هست، با این تورمی که هست، با این دستمزدهایی که داره بهشون تحمیل میکنه رو مجبور، یعنی این اتفاق میفته. تماما هم مسببش قوانین جمهوری اسلامیه و
وضعیتی که شما به هر حال در هر کوچه و خیابان شاهدش هستید. بله، اما مسئله دیگری که تو این یکی دو ساله اخیر این بحران رو شدیدتر کرده بیماری کرونا و این پاندمی هستش که توی دنیا ما شاهدش هستیم. توی ایران متاسفانه ما سال گذشته خیلی غم‌انگیز بود که حتی شاهد این بودیم که کودکانی دست به خودکشی زدن به خاطر اینکه نتونستن مثلا تبلت تهیه بکنن، نتونستن کامپیوتر داشته باشن که بتونن توی کلاس‌های آنلاین شرکت بکنن. خب تاثیر این فقر، تاثیر این کرونا رو به این فقر شما چه جوری می‌بینید؟ من یه مقایسه می‌کنم بین کشورهایی که خب کشور اروپایی و ایران رو. یک سال بعد از پاندمی کرونا کمیسیون اقتصادی اروپا اعلام کرد که 6 میلیون نفر، 6 میلیون شغل در اثر به اصطلاح پاندمی کرونا از بین رفته که نیمی از اونها به جوانان مثلا متعلق بود، یعنی 6 میلیون نفر شغلشون از دست دادن. ولی برای این اومدن به تمامی کسانی که شغلشون از دست داده بودن 80% از اون دستمزدشون رو پرداخت کردن در حالی که سر کار نمی رفتن، به اضافه اینکه تمامی امکانات و بهداشتی رو در خیلی از به اصطلاح موارد مجانا در خونه های مردم می بردن برای اینکه مردم رو از این شرایطی که به وجود اومده بود محفوظ نگه دارن. اما در ایران باز هم یک مرکز به قول خودش معتبر به مرکز پژوهش های مجلس اونم اعلام کرده بین 6 میلیون نفر در ایران به خاطر پاندمی کرونا شغلش از دست دادن. این 6 میلیون نفر کارگران ساختمانی، کسانی که در آرایشگاه کار میکردن، رانندگان تاکسی، بعد کسانی که در بخش خدمات و تولید داشتن کار میکردن، اینها یک مرتبه کارشون از دست دادن بدون اینکه دولت هیچ گونه پشتوانی ازشون به عمل بیاره. و به همین خاطر در این دوران پاندمی کرونا اولین چیزی که اتفاق افتاد افزایش کودکان کار بود، برای اینکه خب دیگه اون حداقل امرار معاشی که یک پدر یا یک مادر یا والدین خانواده سرپرست خانواده میتونست بره به صورت کار بکنه یه پولی در بیاره، اون هم دیگه از بین رفت و مجبور شدن که بچه ها رأساً برن سر کار و تعداد بسیار زیادی حتی در همین مثلا سال گذشته از همون آموزش اینترنتی که میگفتن باید مثلا آموزش شاد که عملاً یه همچین اتفاقی نیفتاد به خاطر مسائلی که بود، نه تابلتی به بچه ها دادن، قرار بود نزدیک به چند میلیون تابلت به بچه ها بدن که اونم ندادن، سرعت اینترنت اینقدر پایین بود یا هزینه های به خصوص هزینه های اینترنت اولش خراب بود رایگان بشه، بعد دوباره پول گرفتن دوباره. به هر حال یعنی هیچ امکاناتی دولت در این پاندمی کرونا برای بچه ها صرف نظر از موارد بهداشتی که هیچ کمک نکرد، از نظر آموزشی قرار دادن امکانات هم هیچ کمکی به بچه ها نکرد و متاسفانه اولین رخدادی که بود این که تعداد بیشتری از بچه ها به چرخه کودکان کار، کسانی که باید برن امرار معاش خودشون رو تامین بکنن، اتفاق افتاد. اما مورد دیگری که اینجا میخوام مطرح بکنم مسئله اعتراضات معلم هاست. ما مدت هاست که شاهد هستیم بخش های مختلف مردم توی جامعه از جمله معلم ها دست به اعتراض میزنن، تظاهرات میکنن، تحسن میکنن و خواستا و مطالبات خودشون رو مطرح میکنن. قبل از اینکه بپردازم به مسئله خواست آموزش رایگان، یه ذره میخوایم نگاهی بیاندازیم به وضعیت معیشت معلمان. معلم‌ها دست به اعتراض میزنن، خیلی از معلم‌ها هستن حق و تدریسی هستن، استخدام نیستن و به قول معروف خیلی وضعیت نابسامانی دارن، خیلی وضع مطمئنی ندارن که آدم بگه با خیال راحت میرن سر کلاس درس میدن و تأمین هم هستن. خب وضعیت معیشتی معلم ها رو چجوری ارزیابی میکنید شما؟ متاسفانه توی هفته گذشته ما شاهد دو مورد خودکشی معلم بودیم، یکی در استان فارس و یکی هم در مشهد، به خاطر اینکه نمیتونست 5 میلیون تومن پول اولیه گرفتن وام مسکن رو تهیه بکنه. 5 میلیون تومان واقعا پولی نیست،
انقدر مستاصل شد نتونست این رو تهیه بکنه و فشار زندگی باعث شد که یک معلم تو مملکت بره خودکشی بکنه، همچنون در خراسان یه معلم متاسفانه خودکشی کرد. یعنی همین دوتا آمار نشون میده که وضعیت معیشتی معلمان به چه صورتی هستش که معلم نمیتونه از پس زندگیش بر بیاد. الان تعداد زیادی از معلمان هستن که اینا شغل دوم دارن متاسفانه به این اعتبار که معلم هستش که آینده جامعه رو میسازه، آموزش میده بچه ها، باید از رفاه بالاتری طبیعتا برخوردار باشه که بتونه با یک ذهنی آرام، راحت و شاد سرحال رو به مدرسه بره. متاسفانه این امکان ازشون گرفته شده. دستمزد معلم ها هم بسیار به مراتب زیر خط فقر هستش و بخش زیادی از اعتراضات این دوره معلم ها به خاطر بالا رفتن دستمزدهاشون و افزایش دستمزدهاشون هستش. و متاسفانه معلمان هم یکی از گروه هایی هستن که تعداد بسیار قابل توجه هستن، اونجور که آمارا میگن 1,200,000، 1,300,000 نفر معلم هستش که دستمزدهای بغایت زیر خط فقر و شکنجه دارن میگیرن و اکثرا هم مجبور شدن که به حاشیه شهرها برن، فاصله شون از مدارس دورتر بشه و خود این فقر باعث میشه که خب هرچی فاصله دورتر میشه معلم خسته تر میشه و اون انرژی شاید کافی که باید داشته باشه رو نمیتونه داشته باشه. در این حالی که من اینجا واقعا میخوام تاکید کنم که معلم ها در ایران از جان خودشون میگذرن برای اینکه دانش آموزا بتونن در یک فضای شاد زندگی بکنن. من فکر یعنی اکثریت معلم ها این تلاش رو دارن میکنن با حتی با توجه به وضعیت بسیار پایین معیشتی که دارن. بله میبینیم که توی تصاویر هست، توی گزارشایی که بالاخره آدم میتونه دسترسی داشته باشه، که معلمایی که توی بیابون روی زمین فرش انداختن و بچه ها نشستن و دارن درس میخونن، یا مثلا تو سیستان و بلوچستان نشون میده که بچه ها گوشه یه تپه نشستن دارن امتحان میدن. اینا خیلی اسفباره. به هر حال برگردیم به گفتگوی خودمون. من میخوام ببینم که اعتراضات معلمان اگر توأم بشه با اعتراضات دانش آموزان و والدین دانش آموزان، فکر میکنید که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی منظورم اینه که جایگاه به هم گره خوردن این اعتراضات رو شما چه جوری ارزیابی میکنید؟ مگه یه جمله بخوام بگم که خب اگر این اعتراضات به هم گره بخوره، 1,200,000 به اضافه 13 میلیون خانواده دانش آموزان، یک جمعیت بسیار وسیع رو تشکیل میده که جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی میشه. این اتفاقا داره میفته. معلم‌ها دارن فراخوان میدن برای تجمعات خودشون. توی روزهای گذشته شما دیدین که بخش‌های متفاوت معلمان با خواسته‌های متفاوتی اومدن و اعتراضات بسیار گسترده‌ای رو سازمان دادن. همین الان که من داشتم اخبار رو می‌خوندم، یه جورایی وزارت آموزش و پرورش عقب نشینی داره می‌کنه و زودتر طرح رتبه بندی معلمان رو که می‌تونه 80% افزایش حقوق معلمان رو تا سطح رؤسای دانشگاهی همچین چیزی افزایش بده. به هر حال این چیزی که خواسته معلم ها هستی شد به بندی میتونه بسیار به هر حال در امرار معاش معلم ها کمک بکنه و این خواسته یک کلان داره تحمیل میشه و از جمله بازنشستگان دارن این کار میکنه. اما پیوستن یک جمعیت وسیع میلیونی تنها این نیستش که اینا فقط میگن که به این بسنده میکنن که آموزش پرورش رایگان باشه. شما تصورش میکنید که در یک هفته 15-16 میلیون آدم در مراکز جلوی مراکز مختلف دولتی تحصیم بکنه، اعتراض بکنه، راهپیمایی بکنه و این خودش منجر میشه که تمام بخش های جامعه از کارگران، از پرستاران که اونها هم زیر خط فرق دارن زندگی میکنن، خواسته ها و مطالبات بسیار انباشتی دارن، اونها رو هم میتونه به میدون بکشه برای اینکه بتونن خودشون رو مطرح بکنن، برای اینکه بتونن از این وضعیت فلاکتباری که کل جامعه جمهوری اسلامی تعمید کرده بیان بیرون. و به این اعتبار این میتونه یک اعتماد به نفس بسیار زیادی رو به جامعه میده. تبلیغات
به نظر من بسیار مهمه که الان خب خوشبختانه معلمان دارن این کار میکنن. اطلاع رسانی یکی از مواردی هستش که میتونه به این موضوع منجر بشه که خانواده ها زودتر به صلاح به صف معلم ها، صف اعتراض معلم ها بپیوندن. من اینجا تاکیدم به اطلاع رسانی هستش که این کار در انجام میشه. و از طرف دیگه در این دوره جدید کانونهای صنفی معلم ها خیلی خوب فعال شدن و خود دانش آموزا حال همیشه در کنار معلم ها بودن. من یادم سال گذشته با یک اعتراض کوچیک دانش آموزا تونستن که کل آموزش پرورش رو یک عقب نشینی بسیار بزرگ وادار بکنن. در با امتحانات بود که میگفتن که امتحانات حضوری نمیدیم و اعتراضات میدانی رو سازمان دادن که بسیار هم مثلا از نظر تعداد میخوام حساب بکنیم خیلی تعداد زیاد نبود، ولی چون در سطح گسترده بود آموزش پرورش مجبور به عقب نشینی شد. حالا تصور این که چند میلیون آدم بیاد تو خیابون و اعتراض بکنه به این وضعیت نابسامان، خب طبیعتا میتونه خیلی خوشیوم باشه و میتونه جواب بگیره. در این حال پولش هم هست، بودجهش هم هست و امکاناتش هم، همه اینها هم در جامعه به وفور میشه سا تأمینش کرد. کافیه که یک روز این مخارجی که برای مصارف تروریستی و کمک به حزب الله لبنان و عراق و این دار دستای تروریستی کنیم یک روز برقرار بشه، این آموزش پرورش تو مملکت کاملا رایگان و با بهترین استانداردهای بالا میتونه تأمین بکنه همه بچه ها و حتی معلم هایی که اینجا دارن زحمت بکشن. بله و ما در پایان برنامه من هستیم. این مسئله رو میخوام یه مقدار، فکر میکنم 2 دقیقه فرصت داریم میتونیم راجبش صحبت بکنیم. اشاره کردین شما توی یکی از صحبتهایی که داشتین میکردین راجب مطالبه تحصیل رایگان، که منم میخوام که حتما روی این مسئله اشاره بکنیم. توی اعتراضات اخیر ما دیدیم، شاهد بودیم که بعضن توی اعتراضات کارگری، بعضن توی اعتراضات معلمان خواست تحصیل رایگان مطرح شده. بله، کودکان کارگران هستند که با این معضلات روبرو هستند، کودکان معلمان هستند که با این معضلات روبرو هستند و اقشار کم درآمد جامعه هستند که این مسئله و مشغله رو دارن. من میخوام بگم از نظر شما طرح این مطالبه در اعتراضات مختلف، طرح این خواست و مطالبه از جانب بخشای مختلف جامعه در اجتماعی شدن این مسئله، در عقب نگه داشته شدن اعتراضات و تعرض دولت چقدر میتونه نقش داشته باشه و چقدر میتونه مهم باشه و مهمتر از این شاید چقدر شدنیه این مسئله؟ امکان پذیرش کاملا عرض کردم، امکان پذیرش کاملا امکان پذیره. یعنی پول و ثروت اجتماعی اونجا اینقدر هست که حتی 2 تا اختلاس مردم خودشون میگفتن که 1 اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. خب امکانش هست و امکان پذیرش هست، پولش سرماش همین است. اما برای معلم بسیار مهمه که بچه ها بیان سر کلاس و درس بخونن و هر چقدر این رایگان بشه خب معلم به خواستش رسیده. کار معلم درس دادن به بچه هاست، کار معلم پرورش روحی و جسمی بچه هاست و به این اعتبار سعی میکنن که نه تنها فضای آموزشی شادی رو برای بچه ها ایجاد بکنن با طرح حضرت ما خواست آموزش پرورش رایگان، تلاش میکنن که این به اصطلاح مسیر رو هموارتر بکنن، هم برای خانواده ها هم برای بچه ها که راحت تر بتونن بیان سر کلاس، هم از طرف بخش های مختلف جامعه این داره مطرح میشه. خب یک خاص واقعی هستش و همه جای دنیا این آموزش پرورش رایگانه، در ایران هم باید رایگان باشه چون اصلا پولش هست و خود مطرح کردن این آموزش پرورش رایگان یک بستی بسیاری رابطه پل ارتباطی هستش، تصمیم نقالی هستش که میتونه مبارزات اقشار مختلف مردم رو به هم دیگه هم وصل بکنه و از این جنبه هم بسیار به نظر من مهم هستش. بله. چرا که اکثریت مردم در مملکت کار کنستن و میبایستی از آموزش پرورش رایگان برخوردار باشه و پولی بابتش پرداخت نکنن تا زندگیشون تا کمی راحت تر بشه. خیلی متشکر از شما رضا رشیدی. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با رضا رشیدی در رابطه با
بازگشایی مدارس و معضلاتی که مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن و دولت در مقابل مردم میذاره. امیدوارم بحث ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. از شما میخواییم اگر اعتراضاتی در جامعه در این رابطه صورت میگیره حتما ما رو بی نصیب نذارید، برای ما گزارش تهیه کنید، عکس تهیه کنید و برای ما ارسال کنید تا از این طریق به گوشه دیگران هم برسونیم. من سیما بهاری با همکارم آراد علیزاده برای شما ساعات و لحظه های خوبی آرزو مندیم. شاد و سربلند باشید.